دلم قیافش رو نگاه کن، زیبا من این نفهم که خوشگل. پلیسی پوشیده اومدم تو نفهمیده و فهمیده دسته هستم، همش یکیه. ماشالله ماشالله. عزیزم، خب من خیلی اکسایتدم به خاطر اینکه دومین باره که من یه جا مهمون میشم. خدا آره، آخه انقدری که تو همیشه داری هست میکنی. آره الان قشنگ ذوق دارم که به عنوان مهمون اومدم اینجا. یه دقیقه من لاکاتو ببینم، من عاشق این رنگ لاکم. وای چقدر اینم خوشه. حبیبی یعنی تو ماشین زدم برات سلماز، نگم بهت همینطوری فقط. بابا چطوره؟ بابا هم خوبه، بابا هم دیگه داروهاشو پاس بگیره، گفتم دیگه پیاده شو این دو قدم و پیاده برو داروهاشو بگیره. ببین بذار به تو بگم که من چرا فکر کردم اصلا چیه ماجرای من. تو که میدونی من یه پادکست دارم اسمش از لام تا کلام، که شروع کردم کانال یوتیوب اونم رو انداختم. یه مدتی یه سری از اپیزودها رو هم صوتی دارم ضبط میکنم هم ویدیویی. خیلی ازش استقبال شده. بعد دیدم که چقدر سوالایی که از من میشه جوابش دست آدمایی مثل توه. کلیدش دست منه. گوبه کی؟ هم بیشترش هم توی این ماجرای اینه که بعد از همش بعد از مهاجرته، چه اونایی که توی ایرانن چه اونایی که بیرون ایرانن، چالش هایی که بخصوص به عنوان زن ما داریم، میدونی؟ چه اونایی که توی ایرانن چه اونایی که بیرون ایران. اول از همه من اتفاقا داشتم منتظرت بودم گزارش کلینیکم اونو، گفتم به خدا عمرت بده باعث شدی من اینا رو که سخت. نگو نگو نگو، من اینو نگفتم که تو اینا رو بگیم، خواستم بگم چقدر از وقتم. بعد ریفلکت کردم که من از بهار چی میدونم. دفعه اولی که بهم لطف کرد ازم دعوت کرد بیام تو پیجت، یادته 2020 مهمونمون شدی و بعد فهمیدم که من مامان تو رو از 100 سال پیش میشناختم. 100 سال پیش؟ نه بابا از کجا؟ یادت رفته مامان تو هم کلاسی کلاس یونگ من بودن. نگفتی هیچ وقت بهم. بابا تو خودت به من گفتی، گفتی مامانم گفته من سلمازو میشناسم. یادت من؟ نه همون دفعه اولی که با هم لایو گذاشتیم تو بعدش گفتی آلزایمر دارم. نه بابا اینقدر که داده داری میره تو دکتر میشناسی منو ریفر کن. لیبل نزن به خودت، لیبل نزن. خلاصه اون یعنی یه جوری یه حس تعلق خاطر متفاوتی من به تو کرده. آی نو یعنی مثلا تو دوست منی، حالا من کاری به مامان و خاله و فلان ندارم، تو واقعا دوست منی. ای جگر منو، انقدر که محبت داری. نه واقعا انقدر خوش اخلاق و خوش وایب و مثبت و بعد خود خودتی، میدونی؟ آره واقعا انگار که نقاب، حالا همه ما که سر نقاب داریم ولی نقابای تو خیلی کمتره. شاید یه دلیلش اینه که همسرت ایرانی نیست. جدی میگم. آره. ببین من فکر کنم یکی از علتهایی که نقابای من کمتره و رکم خیلی، البته من از بچه من کلا از جوونی هم رک بودم، ولی هی بیشتر رک شدم، بیشتر رک شدم، رک شدم که ما آخه تو فرهنگ ایرانی رک رو به معنای بی تربیت میبینیم، بی ادب. مثلا یکی به من میگفت تو یه لایف گذاشتم جواب سوالا رو میدونم، بعد خب روک جواب میدی دیگه، خب چی کارش کنم سوالی که میکنی روک. منم سخت ترین موضوع های لایف رو میرم سراغ تو. آره من رو میدازیم وسط عادی. بعد یکی نوشته بود که چقدر شما بی ادب جواب میدین. گفتم یعنی اگه من تعارف کنم لای زهرورق بپشتم به دور دیگه، میدونی؟ حالا اینو میخوام بهت بگم، میگی شاید همسرت غیر ایرانی. ببین من فکر کنم من یه خورده رکتر و آنستر و بی نقابتر شدم که با همسرم آشنا شد. میشه آدم دیگه میشه. یعنی بعد از اون من و اون به هم جذب شدیم. یعنی قبلش من اگر با اون انرژیا بودم این اتفاق نمیافتاد اصلا. برای اونم من زیادی روکم، اونم میگه، یعنی نه برای اونم، مثلا با دوستاش اینا همجوری زار تفاهم میذارم و میگم چرا شما اینقدر احتیاج دارید شوگر کوتش کنم دیگه. ببین من یادم آمریکا که بودم، اون دورانی که سان فرانسیسکو زندگی میکردم اکثر کراود دورم و مثلا دوست دوستام و اینا غیر ایرانی بودن و قشنگ میفهمیدم که خیلی بیشتر خودمم وقتی که با اینا دارم مهاجرت میکنم، خیلی راحت ترم از خیلی قید و بندایی که وقتی آدم بالاخره با کامیونیتی خودش میگرده هی نگرانی چی بگی چی نگی حرف و حدیث پشت سر من چی میخوام بگن چی میخوام کنم. وای خاک تو سر. آره بعد جالب اینه که حالا وقتی منم ونکوور، خب
اکثر دور و بر من دوباره ایرانی هن. بعد دختر خالم به هم میگه بهار دوباره شدی همون بهار قدیم قبل از سان فرانسیسکو. میگم تو یه خیلی مراعات میکنی، خیلی محتاط اینا. میگم دیگه ناخداگاه وقتی آره فرهنگ دیگه، یه ذره آدم ناخداگاه به خصوص میشه که داری دیگه. بیزینس هم میکنی، میدونی اگه فرقشی. حالا برگردیم به اونجا، میخوام یه کوچولو یه ذره خودتو معرفی کنی. اگه یکی که هیچ وقت حالا چطوری ممکنه اسم بهار اسلامی رو نشنیده، خیلی هم میخواد که از تو بدونه، چی باید بدونه؟ خب من بهارم، 38 سالمه. 4 سال پیش تقریبا مهاجرت کردم کانادا، قبلش 6 سال ایران بودم، قبلش 8 سال آمریکا بودم و قبلش هم که دوره ایران بودم. این تقریبا میشه گفت دومی یا سومی تو مهاجرت مادر منه. بعد درسایی که خوندم، لیسانس هم مجدد بازرگانی تو ایران گرفتم، دانشگاه بهشتی، فوق لیسانس هم تو سان فرانسیسکو بیزنس سکول مارکتینگ خوندم. بعد یه سال یه کورس فشن دیزاین رفتم، یه پیج باز کردم اسم فشن ساندویچ، از خودم سلفی میگرفتم، میرفتم تو مغازهای مختلف تو آمریکا لباساشونو میپوشیدم، سلفی میگرفتم، پست میکردم. سال 2014 بعد میرفتم تو اتاق پرو، یعنی رو من نمیشد بیام از اتاق پرو بیرون، تو اتاق پرو تو یه مثلا وجب جا سلفی میگرفتم با عکسای اون اعتماد موقع رو به داری؟ عکسای اون آره موقع دارم آره با اعتماد به نفس دیگه. ته مثلا جای لوکسم مثلا این بودش که دیگه تو بالکن خونمون یکی بیاد ازم یه عکس بگیره، دیگه این دیگه تهش بود. عزیزم از اولم اینو داشتی تو خودت. آره بعدش دیگه سال 2014 بود که پیج فشن سندویچ رو باز کردم. دیگه کم کم دیزاینرهای ایرانی اومدن سراغم و گفتن مثلا کارامون رو بپوش، عکسش رو بذار و اینا. اون موقع خیلی اینستاگرام هنوز تو ایران چیز نشده بود، خیلی قوقا نکرده. بعد منم یه هیرویی دارم به اسم کیارا، کیارا فرانی که ایتالیایی بلاگر آره مدل آره شد گفتی. کارآفرین با من. آره من خیلی اینو دنبال میکنم و همیشه خودم میذاشتم جای اون، میگفتم خدای چی میشه مثلا یه روزی من مثل این بشم. حالا ما که نشدیم ولی خیلی چرا از دنبال اون کردم اتو و کیارا فرانی ایرونی دیگه؟ نگو که بخندن بهم. نه ولی نه خلاصه اون هیروم بود، یعنی هی اونو دنبال میکردم و این پیجر رو ساختم و سعی میکردم هی از اونم الگو بگیرم. ولی خب همیشه میدیدم که کیارا بیزنس اصلیش این نیستش، کیارا مثلا خودش کارآفرینه، برند خودش رو زده، کارهای غیر اینستاگرام داره دیگه. ما توی ایران بعد از مثلا یه سال که پیجر خیلی گرفت و اینا، یه دو تا کانسپت استور باز کردیم برای دیزاینرهای ایرانی، یکی تو لواسان بوده که توی اندرز بود و خب باریکلا. مثلا کار 300 تا طراح رو پرزنت میکردیم و طراحا بی نظیر بی نظیر بی نظیر، یعنی واقعا چیزی کم از اروپایی ها یا فشن شو تو مثلا دیزاینرهایی که تو فشن شو اروپا میبینیم ندارن و نداره. نداشتن و نخواهند داشت به نظرم. و اونجا رو اون مثلا یه سالی توی این داستان توی این بیزنس هم بودیم، تا اینکه خب ارشاد اومد سراغم گفت همه چی رو ببند و شما ممنوع کاری در زمینه مد و فشن و اینا. که دیگه اینا میشه مال فکر میکنم 5 سال پیش، 6 سال پیش اینا اگه نکنم. بعد دیگه گفتن ممنون کاری و مغازه ها کانسپت سورا رو بستن، پیجا رو گرفتن و خب خیلی برای من یه ضربه خیلی گنده بود سرماز، یعنی من پیجا رو چجوری گرفتن؟ یعنی یوزرنیم پسورد پیجا رو گرفتن؟ آره اومدن دم مثلا اون کانسپت سوری که داریم گفتن که خانم بهار اسلامی بله آیدی و پسورد هر چی پیج دارین بدین دیگه. منم همه پیجا رو تقدیمشون کردم. بعد دیگه اون موقع این ژورنال رو نداشتم، ژورنال رو تو کانادا من درست کردم، ولی یه دونه داشتم بیوتی بود، بیوتی گاسیپس بای بهار، اونو دادم و فشن سندویچ اینا رو دادم. و دیگه دادگاهی که من شما داری ترویج بلاگ مد میکنی و نمیدونم از اینجور داستانایی که همیشه دیگه هست دیگه تو ایران. و خب برای من یه یعنی شکست خیلی بزرگ بود و آره و یهو فکر کن من از اون همه کاری که من مثلا شب ای شب یلدا شب تو مثلا 2 شب کار میکردم و یهو احساس کردم که همه چی من از دستم رفت، مثل مثلا یه بچه ای بود که ازم گرفتن، خودم رو به هر در و دیواری هم میزدم درست نمیشد، یعنی نمیتونستم دوباره نه دیگه برگردم. اونا دیگه وا نمیدن که بل نه نمیدن.
بعد دیگه برات بگم که دیگه کم کم شروع کردم کلاس های میکاپ و هرستایل و اینا اسم نوشتم، ورزش میکردم، یوگا شروع ببین اینه تو کردم. دوست دارم ها، اینه تو دوست دارم، پر یعنی روم وا من، نمیدی. نه ای درست صحبت کن، چقدر نورش پر میدی. روم. نه پررو نیستی، پشت کارت زیاده، پشت کارت خیلی زیاده. خب خلاصه دیگه اینا رو شروع کردم که یه ذره سرمو گرم کنم، خب علاقه هم همیشه خیلی داشتم. بعد دیگه بعدش تقریبا 2 سال گذشت که من درگیر دادگاه و دادگاه کشی و نمیدونم اینا بودم و مین بایلش هم این کلاس ها رو میرفتم، ورزش میکردم. یعنی ببین برای من یه چیزی بود که منی که همه زندگی واقعا ورکاهولیک شده بودم، یعنی من چیزی جز کار نمیدیدم و نمیفهمیدم. اصلا انگار مغز من ست شده بود روی کار کردن پول در آوردن، کار کردن پول در آوردن. عزیزم برای من خیلی دوره جالبی بود، چون من واقعا فهمیدم که زندگی فقط کار کردن نیست و شروع کردم جنبه های دیگه زندگی من نگاه کردن، کاری که دوست داشتم و میکردم. مثلا گل باریکلا. سیاه خریده بودم، پادکست گوش میدادم، یوگا میکردم، با دوستان بیرون میرفتم. و واقعا اون 2-3 سالی که من خیلی کار میکردم، بهت بگم دوستای صمیمی من به ندرت میدیدم، آره دیگه با این مهمونی وضعیه. اصلا نخرجم. آره و من تو همون مثلا سال اول که کارم خیلی گل کرده بود ازدواجم کردم. تو فکر کن توی اون 1 سال من حتی مثلا اکسم هم نمیدیدم، یعنی اصلا نمیرسیدیم همدیگر رو ببینیم، انقدر من بیزی کار بودم. و خب یه قسمت بزرگ زندگیم که غیر کار بود و داشتم واقعا از دست میدادم. از و با دست خودم رفت. میگم شاید این اتفاق افتاد که قبل از اینکه سالای جوونیم بگذره من اینو یاد آره بگیرم که همه زندگی کار نیست. دقیقا. خلاصه دیگه بعد از 2 سال یهو ممنوع الخروجی منو برداشتن، اصلا هم نمیدونیم چی شد، چه معجزه اتفاق از کجا افتاد. فهمیدین؟ چک میکردین؟ هر 6 ماه رینیو میشه. آره بعد ما 2 تا 6 ماه رفتیم چک کردیم، ممنوع خروجی. 3 ماه رفتیم چک کردیم، گفتن که هنوز ممنوع خروج نشدی. ببین من همونو پاسپورتمو گرفتم، 5 ساعت بعد، وسط کرونا بود، 5 ساعت بعد، خب خدا رو شکر من سیتیزن کانادا بودم مثلا از بچگیم، 5 ساعت بعد توی پرواز با یه کریان، با یه گرمکن، با مثلا 4 تا تیکه چیزی لباس واجب، توی یه کریان کوچولو نشستم سوار هواپیما شدم. فکر کنم هواپیما خالی، من و یه دونه مثلا چینی توی پرواز بود. اومدم ونکوور و دیگه خب واقعا ولی زندگی دادگاه تو اینا هنوز اونجا در جریان بود یا نه تموم آره شده دیگه، بود؟ دیگه رسیده بود به مرحله آخر و دیگه مثلا گفته بودن 3 ماه و 1 روز نمیدونم زندان و نمیدونم عفت عمومی، جرمم دیگه شده بود رسیده بود به عفت عمومی رو خدشه‌دار کردن. و دیگه اینجا که بود دیگه من از دوستان خدافظی کردم اومدم بیرون. ولی کن خب بعد از 1 سالم، یعنی 1 سالم توی زندگی زناشویی بودم، علیرضا ایران بود، من اینجا بودم، ولی خب دیدیم دورا دور واقعا نمیشه، یعنی اصلا به عقل اونم زمان نمیتونست بیاد. بودن نمیشه. ببین واقعیت اینه که تونستن که بالاخره من براش اپلای کرده بودم، اصلا هیچ خبر، مثلا اینجا که انقدر چیز ازدواج زود درست میشه، باور کن هیچی، اصلا انگار هیچ آخه اتفاقی. کوویدم خورده بود، پکیده بود دیگه همه چی. آره، مثلا 1 سال هیچ خبری نبود. بعد دیگه مثلا اینطوری بود که خب اونم زندگی شو داشت، بیزنس شو داشت تو ایران، برای بیزنس زحمت کشیده بود. خب میدونی آره شاید خودم میذارم جاش و میگم شاید اگه منم بودم نمیتونستم بگذرم. و کانسپتش این بود که مثلا میام و میرم، ولی خب میام و میرم خیلی نه برای اون زندگی میشد، نه برای من زندگی میشد. و میدونستم که الان به هم نخوره 3 سال دیگه به هم میخوره. خب پس همین باریکالا. الان جوونی همونو نجات بدیم. همین دیگه جدا شدیم. و دیگه الان که اینجا نشستم جلوت، دیروز 6 سپتامبر سالگرد مهاجرت هم بود، یعنی آره، نوشته بودی آره که تو 5 ساعت جمع کردم اومدم. دمت گرم. آره چهار تنمر چهارمین شد، تنمر سپتامبری بود که اینجا. ولی خب ببین سلمات میدونی اوایلش واقعا سخت بود، واقعا بد بود، دوری نمیدونم خانواده، من خیلی آدم وابسته بودم، خیلی وحشتناک. بعد فکر کن یه جماعتی رو من گذاشتم اومد، حالا آره نرم زندگی مشترک و دوست، تو فکر کن کل خانواده واقعا موندن پشت سرم و تمام خانواده منم اونایی که خیلی بهشون نزدیکم ایرانن.
خب برای من واقعا یه شوک خیلی بزرگ بود. بعد اومدم شهری که مثلا آمریکا هم نمیتونستم برم چون کووید بود، فقط میتونستی جایی که پاسپورت داری بری. آره اگه میرفتم آمریکا، خب دوستای صمیمیم بودن، کسایی که اونجا 8 سال باهاشون وقت گذروندم بودن، مجبورم بیام ونکوور. و ونکوور من هیچ کس رو نداشتم، فقط 2 نفر رو میشناختم که مثلا یه بار 18 19 سالگی دیده بودم، دیگه ندیده بودم تا اومدم اینجا. چرا تورنتو نمی؟ تورنتو هیچ کس نمیشناختی؟ اتفاقا بلیتم برای تورنتو، جالبیش اینه که برای تورنتو بود، استاپش ونکوور بود. حالا ببین چقدر زندگی عجیبه، استاپش ونکوور بود، قرار بود 5 روز بمونم بعد برم تورنتو. رسیدم تو ونکوور، یعنی بلیت تورنتو هم دستم، رسیدم تو ونکوور، از در فرودگاه اومدم که بیام بیرون، آفیسره گفت قرنطینه رو کجا میگذرونی؟ گفتم منم هم تو هاج و واش. گفتم قرنطینه؟ چه قرنطینه؟ مگه قرنطینه هست؟ گفت قانون قرنطینه داریم که 14 روز باید تو هتل باشی وقتی از در میری بیرون. آره گفتم راست برای میگم مهم. تعریف کردم، گفتم ببین یه همچین اتفاقی برای من افتاده و من تنها کاری که تونستم بکنم اینه که تیکت بخرم بشم تو هواپیما. من هیچی دیگه نمیدونم واقعا دیگه. انقدر ببین کمکم که خودش دیگه آفیسر گریش گرفته بود دیگه، اومد نشد کمکم که هتل بوک کردم و خلاصه این اقامت من تو ونکوور به جای 5 روز شد 14 روز، شد 14 روز. تو این 14 روز هی از این اون میپرسم آقا به نظرتون من اینجا بمونم اونجا برم، از دوستای تورنتو میپرسیدم دیگه. بعد مام بابا من گفتن تو که از سالیان قبل مثلا تو ونکوور لند شدیم و یه ذره یه آیدیای درست، حالا بمون یه سال، شاید مثلا اینجا رو دوست داشتی، همون 5 روز بمون یه شد، سال. 5 سال، 6 سال. دقیقا یه بارم نکردی بیای این بر، یه بار. واقعا یعنی منتظرم اصلا تو اول بیای. بابا ولم کن، من یه سر قبل از تو اونجا بودم. من فکرم 2013 14 یه دفعه آخر رفتم ونکوور. الان خیلی باحال تر شده. ببین چرا؟ الان چون تو اونجایی. نه، چون ایرانی ها خیلی زیاد اومدن، اکثرا جوونن و شهر اصلا زنده تر شده از دمشون قبل. گرم. کافه رستوران ها بیشتر شدن، مثلا هوا خب خیلی بهتر شده، گرمتر شده از سابق، باروناش کمتر شده، آره، منم اون روزی کلن که اومدم بهتر. تنها باری بود که بهم گفتن که بابا خیلی شانس آوردی، 5 روز پشت سر هم آفتابه. ببین وقتی بارون میگیره دیگه میگیره آره دیگه میگیره ببین، و بهار یه نمیگیره. چیز جالب بهت بگم، من سر مثلا هلوهوش ساعت 2:30 بعد از ظهر اینجا پایین نشسته بودم داشتم کارام میکردم، یه دفعه دیدم که تاریک شد تاریک شد تاریک شد تاریک شد تاریک شد، چراغای سنسور ما که تو تاریکی شب روشن میشه اونا روشن شدن 2:30 بعد از اون. بعد ببین میخواستم اومدم حاضر شم از خونه برم بیرون بچه رو از مدرسه بیارم، بهار این فیلم هندی ها دیدی مثل 3 تا شلنگ از اون بالا گرفته بودن، ببین با چتر بادم میزد، با چتر شدم خیس آب، یعنی الان معامل همه چی خیس شد دیگه، همون هم کردم آمده دو اصلا خیس، و همه مادرام گفتن چرا چرا الان که این مدرسه باید تعطیل میشه باید این بالا رو. یعنی ببین یه مامانی با کالسکه اومده بود روی کالسکه رو گرفته بود اینجوری روی کالسکش پلاستیک کشیده بر بچهش، انقدر مثل دریاچه آب بود، اصلا چیز عجیبی بود. بعدش بعد از 1 ساعت شد آفتاب، همه چی خوش شد، الان که دارم با شما صحبت کنم سیاه خاکستری، I'm like بابا دروغ تکلیف نکن. اصلا حالا هوا که برعکس، من صبح پلیز مثلا آستیندار پوشیدم و استوری گذاشتم که ونکوور سرد و فلان، یهو دیدم وسط روز همه دارن مسیج من کجای اینجا سرده فلان، و من اومدم از در خونه بیرون دیدم گرم گرم. عزیزم. آره دیگه کانادا همینه دیگه. خب ببین بپرس پس سوالات اومدی، ما. آره بعد اومدی چیز اومدی خلاصه الان اینجا موندی توی ونکوور و تو این چند سال گذشتم که خوش درخشیدی، دمت گرم. من اصلا همش فکر کنم این تو خیلی خیلی مغز این بچه بارم. چه چیزهایی میگذره. ببینید سول مثلا خیلی با میدونی مثلا یه استوری گذاشته بودم که مهاجرت سخت‌ترین قسمتش براتون چیه و خیلی جالبه، اکثرا نوشته بودن دوست پیدا کردن، بعد رتبه دوش این بود که دوری از خانواده، و بعدش این بود که از جایگاهی که تو ایران هستیم مجبوریم دست بکشیم و از صفر بسازیم و اون Exactly. جایگاه رو ممکن دیگه نتونیم بسازیم اینجا، میدونی. و واقعا برای من هنوز خیلی مونده تا به اون چیزی که دلم میخواست و توی ایران برای خودم داشتم و تصور کرده بودم و اینا برسم. و واقعا هم از خودم اوایل خیلی انتظار داشتم، هی میگفتم دیر شد دیر شد، ولی بعدا میبینم که واقعا برای ما مهاجرا
این دغدغه برای هممون هست، یعنی آره، اصلا همه سیستم فرق میکنه بهار. بعد یه آره چیزی بهت بگم، اون چیزی که تو ایران ساختی به یه دونه یا آدم بیاد دم شاپت و دو تا میگن تنمون دقیق یوزرنیم پسورد بگیره، همش ریخ پایین. ولی اینجا چیزی که میسازی از این درست دقیق کند میره جلو، ولی steady and slowly داری میسازی میری جلو. دقیق، یعنی هر کی میگه من همینو میگم، میگم اینجا دیر میرسی به چیزی که میخوای، آهسته آهسته میرسی، ولی وقتی میرسی نگران نیستی که شب که سرتو گذاشتی خوابیدی صبح پاشی دقیقا نباشه اونجا. دلارت بپره هوا، نمیدونم دقیق اینجا تکلیف معلومه، میخواد بانک مرکزی بهره چیزو ببره بالا، از 100 روز تو اخبار میگن صبح پا نمیشه یعنی بنزین 60 برابر شد دقیقا اینجا این ایناش. اتفاق آره دیگه. ولی خب اینجا مشکلات خودشو داره، اینجا خیلی مشکلات خود به خصوص. من معتقدم، من بر تو خیلی ریسپکت قائلم چون تو جامعه ایرانی داری کار کنی، خود منم مهاجر با دو تا گروه کار میکنم دیگه، غیر ایرونی ها که اصلا کلاینت های مثلا کانادایی خودمو دارم و با مهاجران ایرانی، و میدونم که با هموطن کار کردن چالش های فوق العاده خاص خودشو داره توی خارج از ایران، میدونی خیلی انگاری که یه تیکه از خودمون رو برداشتیم آوردیم، تیکه های خوبی هم نیست. میدونی نه اینکه خوب نباشه، ولی میدونی هممون دچار یه تضادهاییم اینجا، آره میدونی دقیقا، میگم، یعنی خودمون رو در این زندگی حال که نمی کنیم. آره در این حال که ایرانیم ولی مجبوریم کانادایی هم باشیم، در نتیجه یه جاهایی انگار که خودمونم مثلا نمیدونیم چند چندیم، ما خودمون آفرین. نمیدونیم، آره بعد تو ولی بهت شهرهای بگم تو مختلف من دنیاست. عاشق ایرونیام، یعنی آره دروغ، چون من عاشق ایرونیام و هرچی هم با خودم هی کلنجار رفتم، وقتی میخواستم پیجم باز کنم همه گفتن شروع کن به انگلیسی مثلا ویدیوهای فشن و من بیوتی اینا بساز، هی فکر کردم نه من دلم میخواد که تارگت آدینسم ایرونیا باشن، چون قشنگ احساس میفهممت. غربت آره کمتری بهم ده، یعنی من ذاتا ایرونیتون تاچ ایرونیتون زیاده، زیاده. ولی چالش های خودش هم داره، یعنی آره حتی آف خود کورس. منم برای تو به عنوان یک کلاینت ایرانی چالش های ایرانی ها رو زیاد دارم، یعنی خودم هم مثل همون ایرانی های دیگه که آره چالش دیگه ها همون. آره دارم. آره ولی خب ببین، اجاز کردن و تطبیق دادن با شرایط توی، من قشنگ با آدما که حرف میزنم ایرونی ها که مهاجرا چه جای دنیا، میفهمم که این آدم چقدر خودشو تطبیق داده با نظم و انضباط و میدونی چیزای خارج از ایران، یا چقدر هنوز یک زاویش مونده تو اونجا، میدونی. ولی من معتقدم چیزی که فرق میبینم تو ایرانی های مثلا اینجا و ایران اینه که شاید باورت نشه، احساس میکنم که اینجا حرف و حدیث بیشتره، حالا میدونی نمیدونم چرا؟ میدونی چرا؟ کوچیکتره آره جمعیت. برای اینکه تو توی ایران با همه که حرف و حدیث نمی کنی، با یه سری آدم های فوق العاده محدود، خیلی محدودتر از اونایی که توی اونجا داری الان، با یه سری از آدم های فوق العاده محدود، و از اولم میدونی چجوری فیلتر کنی آدم های هم تیپ خودت با ارزش های مثل خودت. خوب و بد نداری، ما تیپ و شخصیتی متفاوت ها، ولی اینجا ما باید بیایم هی ایوالویت کنیم، هی ارزیابی کنیم، هی ارزیابی کنیم، یعنی هر آنچه که طرف میگه، هم که خونشون بیابانون بوده. این هم جوکی قشنگ. بعد همه اونا رو نمیتونی باور کنی، باید ببینی که چقدر در رفتار، اعمال، مدل برخوردشون، همه اینا تو میتونی بگی که آها خب این یه فکته، این یه واقعیته، پس این داره کمک میکنه به اون حرفی که زده، پس این شبیه حرفشه، این شبیه حرفشه، این شبیه ادعاشه، پس من میتونم نزدیک و نزدیکتر شم. حالا این تو حوزه دوستی، تو حوزه کار که دیگه قربونه، تو الان خودت داری میبینی دیگه. ببین تو حوزه کار حالا من اونقدر چیز دارم، ولی تو حوزه زندگی واقعا برام این یه کوچولو مثلا هنوز چالش داره، به خصوص که مثلا کسی که پیجش مثلا بازه و چیز داره، مثلا همیشه یه سری حرف و حدیث ها بیشتر هست دیگه، و خب با آره من یعنی الان دیگه کم کم دارم یاد میگیرم که چجوری خودم رو مقاوم کنم در برابر این باریکالله. داستان، چون دلم نمیخواد که همیشه میگم که دلم نمیخواد که من خودم رو به خاطر حرف کسی یا به خاطر قضاوت کسی عوض کنم، من همین باریکالله. هستم، همین چیزی که میبینین، آقا بهار مثلا دیت میکنه، آره دیت میکنه، داری میبینی دیتش رو میاره تو مهمونی، آره میاره، قایم نمیکنم، یا مثلا بهار بویفرند داره، آره میگیره، بهار جدا شده، آره جدا شده، میدونی، بر باریکالله همینم آفرین.
خیلی هم خیلی مقاومت بوده ها، خیلی مثلا اتفاقای افتاده که منم گفتم آقا منم اصلا قایم کنم، اصلا هیچی هیچ جا نگم فلان، منم وانمود کنم به چیزی که نیستم، ولی بعدا میبینم که خودم خوشحال نیستم و حس باریکالله میکنم بهار، باریکالله. باید خودم باشم، پای لرزشم نشستم و جالبش میدونی چیه، دارم. 90 درصد آدمایی که امروز روز من مثلا تو رو قضاوت کنم، من رو قضاوت میکنن، اصلا 5 سال دیگه نیستن. 90 پنج سال درصدش که قربونه، ببین من همیشه مامانم که بهار انقدر این روزا سوژه زیاده که تو نهایت یه روز سوژه هر باباشی بردار سویچ میشه میره روی یکی. عزیز دلم بهار، اگه بتونی یه نفر رو از روزی که به دنیا آمدی تا به امروز از توی مسیر زندگیت حذف کنی، کیه و چرا؟ یه دقیقه باید فکر کنم. الان که دارم مثلا میخواستم بگم اون کسی که تو بچگی عاشق شدم و باهاش دوست شدم و اینا، خیلی حرت شدم ازش، ولی بعد دیدم نه اونم نمیخوام از کنم، اونم خاطره های خوب خودشو داشته. عزیزم شاید مثلا بهت بگم کسایی که مثلا باعث شدن که من از ایران برم، یه کس نیست که میدونی دیگه، مثلا آره، یه یه جماعت. که اون که دیگه قربونه آره ماشاءالله اونم همه چیز میشه، اونم نداره. میشه اون فکر اصلی که تو رو انداخته تو سر زبونا. آره چراییشم خیلی چرایی خوبیه. حالا اگه فردا 24 ساعت تو بکنن 25 ساعت، بگم آقا یه روز میتونی 24 ساعت تو بکنی 25. اون یه ساعت اضافه رو دوست داری چیکار کنی؟ یه ساعت اضافه رو دوست دارم، یعنی هر جای دنیا ممکنه باشم دیگه، درسته؟ آره اصلا سوار قالیچه سلیمون هم میشی. آها سوار قالیچه سلیمون میتونم بشم، میرم خونه مادر بزرگم. آی جان دلم دارم آره روش شد، اینم که آره اون یک ساعت رو میرم خونه مامان اعظمم، سیس بعد دلم. میرم باهاش تو بالکنش، به به بعد آره چی دیگه میخوری باهاش؟ چایی، خب بعد همیشه هم شیرینی و شکلات و اینا خونش پره، میرم آی اونجا جان دلم، میشینم به و به دیگه ماچش میکنم یه عالمه، جون بعد دلم. دوباره سوار قالیچه میشم برمیگردم سر جام تا 24 ساعت تموم نشده. تا 24 ساعت تموم شده. ببین یه چیز کوچیک که همیشه به لبت لبخند میاره چیه؟ شاید قیافه مثلا مامان بابا. آه الان آره که داشتی فکر میکردی از تو نگات گفتم داره میره سمت مامان باباش فکر کنم. آره آره واقعا قیافه مامان عزیزم بابا. عزیزم، خدا انشالله حفظشون کنه، همیشه سلامت باشن واقعا عزیزم. همه حالا تو خوبی. انشالله، حالا تو 3 کلمه بهار رو توصیف کن. عجول، ای جان دلم. مهربون، کله خر. عزیزم شما کجات کله خره؟ خودش تو جسوری زن، تو دیگه جسوری، این به ذهنم نرم تو جسوری، دمتم گرم، دمتم گرم. ببین یهو مثلا بهار، میگم من فردا میخوام برم موو کنم برم قطب، یهو میبینی فردا جمع کردم چمدونا رو رفتم نشستم فرود. I know. دمت گرم، عالیه، خیلی قابلیت بزرگی تو داری، دمت گرم. هم خوبه هم بده، ولی یه جاهای بده دیگه. آره بله، خب اصل ماجرا ما اینه که تو این دو زندگی کوتاهی که داریم باید بتونیم ریسک کنیم، وگرنه به هیچ جا نمیرسیم. و دمت گرم داری این کارا رو میکنی. بعد بزرگترین پشیمونی زندگی چیه؟ بزرگترین پشیمونی زندگی اینه که خیلی جاها به حرف خانوادم گوش ندادم، یعنی اونا یه چیزی رو دیدن که من پیله کردم ندیدم، گفتم من چیزی که خودم میگم میخوام بشه،
و اونا خودشون اون پشتی که پاره میکردن که نه اشتباهه، و من فقط میگفتم نه مرغم یه پا داره. و مرغ واقعا دیدم، به خصوص دو بار تو زندگیم دیدم که چقدر حرفشون درست در اومده و چقدر جالب الان اگه برگردم عقب مثلا حرف اونا رو باهاشون کانسیدر میکنی. بحث میکنم، کلکل میکنم نه، ولی در نهایت حرف اونا رو در چه نظر میگیرم. جالب، دمت گرم، آره. دمت گرم. ببین الان دیوان یا حالا به هر حال اون کارته دیگه، بیزینسته، چی فکر میکنید؟ میدونم آدم های دیگه هم توش درگیرن ها، ولی به عنوان یه بیزینس وومن تو فکر میکنی چند درصد زندگیته؟ ببین خب دیوان و ما 4 نفریم، من و تناز و هستی و مونا، و خب یه جورایی یه بچه مشترک 4 تایمونه. چون 4 نفریم کارش انگار پخش شده بین 4 تامون، یعنی اینطوری نیستش که 100% زندگی من دیوان باشه، 100% زندگی هستی، 100% انگار که مثلا هممون نفری 25% برداشتیم داریم بزرگش That's میکنیم. smart actually. آره. و اینکه خدا رو شکر بزنم به در و تخته، خیلی با همدیگه تا الان خوب کنار اومدیم و خدا رو شکر. تونستیم اینو بکشیمش جلو، و خیلی کار داره هنوز، براش خیلی چیزا تو ذهن داریم که نرسیدیم بهش. حالا بهت یه چیز دیگه هم میگم بعدن، که ما قراره که یه دیوان ویلنس داشته باشیم که از آدمایی مثل تو دعوت کنیم بیان ونکوور و یه سری ورکشاپ های ویلنس برگزار کنیم و اینا، که برای راوند دوش میخوام باهات صحبت کنم. حالا این بماند بعد از به چیز. به، آره خلاصه میخوایم بجز این که قسمت فشن و قرتی بازی و دمتون آرت و گرم، دمتون این گرم، این قسمت خیلی. هم داشته ببین باشه. اصلا آیدیا هاتون رو دیوان حرف نداره و ممارسه، بابا این همه وقت زه وقت و زحمت، اصلا کار کمی نیست اونجا، کار حضرت فیله. ولی ببین انقدر دوستش داریم و آره انقدر که بچه از وقتی به دنیا اومده دیدیم آره چه چیزی داره بزرگ میشه، که واقعا برامون میگم با لذت، یعنی هر کاری براش میکنیم لذت بخشه. ولی اینکه بگم 100% زندگی کاری هممونه نیست، نیست. به خاطر اینکه هر کی یه قسمتش رو برداشته داره تیکر میکنه، از اون ور هر کسی هم بیزنس خودش رو داره. در نتیجه که میتونم بهت بگم شاید تو زندگی هر کدوم 25 تا 30 درصده. دمتون گرم. ببین بزرگترین ادوایزر بیزینس تو کیه؟ تو یعنی تو زندگی کاریت بزرگترین کسی که اینجا یا میگن you're looking up to that person، گوش میدی و چیز میگیری کیه؟ ببین خب من بابام خیلی همیشه رول مدلم بوده تو بیزنس، و خب حالا این مدت که ازش دور شدم، خب مثلا بیشتر با تلفن و اینا، ولی ایران که بودم خب خیلی ازش نظر میگرفتم، کمک میگرفتم اینا. الان هم میتونم بگم واقعا بیشتر این کسی که باهاش صحبت میکنم پدرمه، و بعدش هم هر از چنگایی با برادرم، یعنی این دوتا برام خب خیلی چیز دارن، خیلی چقدر خوبه که اینا کنترل. رو داری. آره، چقدر خوبه آره که واقعا واقعا دمت گرم، دم مام بابات گرم که اینقدر رابطه های شما رو خوب نگه داشتن، میدونی؟ نه نه ببین حالا بهت بگم که ما نقطه مقابل همین، من و برادرم، یعنی اون یه موجود آروم عاقل بابا تو هم اصلا خیلی عاقلی. من کله خرم، اون هیچ درد سری نداشته واسه خانواده، سرش به کار خودش، ببین اگر آسفم اونم دختر بود و میخواست کار کنه همون درد شاید. سرای شما رو میداشت ازم، نگو اینو. تو به عنوان زن چالش های خیلی خاص خودت اونجا داشتی. شاید ببین همون کاری که الان برادرت میکنه، من نمیدونم بیزینسشون چیه، ولی اگه همون بیزینس رو تو میخواستی انجام بدی 600 تا شیشلول سمتت بود، قبول نداری؟ دقیقاً اصلا اونجا میخوای نفس بکشی تموم شد. اصلا اصلا it's totally different. نگو این حرفا، انگار به خودت لیبل نزن. چقدر بگم بهار، بیا یه چیز فان بپرسم ازت. عجیب ترین چیزی که در مورد خودت شنیدی چی بوده؟ شایع طور دماغ سر بالاست، و من اینطوری بودم که چرا دماغ سر بالا، مثلا از چیزی تو که فرندی تر من واقعا دیگه هیچ کس ندیدم، خدا بعد همه وکیلی. به هم بودن که از پشت دوربین وقتی میبینیم دماغ سر بالا به ما ابدا. زنیم. خب اصلا این همه رو اصلا واقعا میگی؟ خیلی ها به هم میگن، ببین به من نمیدونم همه میگن که چقدر این بهار دختر خدا رو گوگولی و مهربون. ببین من به تو گفتم دیگه، من که تو درست یه هفته قبل از اینی که
با من تماس بگیری، یکی از دوستای دانشگاه به من گفت سوناز بهار یه چیزی گذاشته پیجا رو داره پروموت میکنه، بیا برو باش ارتباط بزن، خیلی دختر خوبیه. گفتم بابا ولم کن، بنده خدا داره پیجایی که مثلا حالا احتیاج به کار من برم اونجا، بیچاره خوب اندازه کافی گرفتاری خودش داره. بعد گفت ببین نظیرا من میشناسم خیلی گوگولی، من شوکم تو رو فالو کردم. آقا زد زور تو، گفتم وو جهان هستی چه نمیکن. بعد اون برای من تعریف کرد که به هر باری که من و تو لایف داریم نفر اول اون میاد اونجا میگه سلام ای علیکم، خدا از طرف من ماچ چشم گندش محساس. آره بهش میگه خیلی دوستت داره، همیشه ای هم به من جانم میگفت، از اون موقع به من میگفت، میگفت ببین از این آدم داون تو ارث تر من نیدم. فکر کنم یه دفعه دو دفعه هم ایونت پیونتات اومده بود تو ایران. ببین فکر کنم مثلا یه سری آدم ها، نمیگم همه ها خدایی، خیلی ها اینو نمیگم، ولی خیلی اونایی که میگن، اونایی که ندیدن تا حالا منو، حالا نمیدونم چه چیزی از تو دوربین میبینن، یا تو ایران مثلا شاید خیلی محتاط تر بودم جلو دوربین، نمیدونم شاید به خاطر اونه، ولی خب حتی بگم خیلی ها، آها مثلا خیلی ها میگن از وقتی این پیج ژورنال رو زدی فهمیدیم که تو دماغ سربالا نیستی، اینم بگم آها مثلا این میگن ها که اون شاید یه تاچ مثلا فشن و مشن و اینا داشته و هی مثلا آرایش کن، لباس بپوش، این لباس اون، در صورتی که اینا واقعا شواف نه و کار بود دیگه، میدونی آره یه دیگه دقیق کاره. کاری داره، ولی ناخودآگاه این وایب رو میگرفتم. بعد که این پیج رو زدم مثلا همه میگفتن از وقتی مینویسی برامون، یا مثلا میای گهگداری تو استوری یا راجع به مطلبی با هم حرف میزنیم و اینا، احساس میکنیم که خیلی آدم مثلا راحت و مثلا داون تو ارت هستی. شاید واقعا اینم بوده که مثلا آره اون آره آره ظاهر ببین همون مبحث سایه هاست دیگه، آدم ها سایه خودشون رو تو پروجکت میکنن. مگه ببین این پس اگه این انقدر از من بیشتر مثلا تو این اریا هست، پس حتما خیلی دماغ سربالاست. شاید ولی تو خیلی فرندی بابا. ببین کدوم لحظه زندگیته که دوست داری همون جوری همون مدلی یه بار دیگه تکرار؟ آخه خیلی لحظه هاست، مگه میشه یه لحظه باشه؟ ببین جز دیدن مامان بزرگ و اینا ها یه چیز خاصه مثلا، اونا هم خاصه ها ولی متفاوت بگو. ببین بعد از 2 سال که رفتم ترکیه، اون لحظه ای که دوستای صمیمی داشتم میمدن و بینه رو، ما 5 نفرم که با هم بزرگ شدیم، و خب مثلا این 2 سال همگر ندیده بودیم دیگه. بعد 2 سال که رفتم ترکیه، اون لحظه که در خونه رو باز کردم، منتظر وایستاده بودم که این 5 نفر بیان از تو آسانسور بیرون، وای تنم اصلا یه تنم تنم حال تنم تنم. عجیبی بود، یه حالی بود که خودم هم میدونی مثلا اینطوری بودم که خدای کاش میشد اینجا استاپ بشه همه آی چیز. نو میدونم وای تنم. اون لحظه ببین خیلی یه چیز جالب بهت بگم، الان گفتی آسانسور، من دفعه آخر که رفته بودم ایران توی یک ماه من نزدیک 60 خورده از دوستا و آشنا آدم ها رو دیدم. خب بعد چون با پسرم رفته بودم هی میگفتم بچه ها من بیرون نمیتونم بیام، شما بیاین خونه ما. بعد مثلا اینجوری بود که از 10 صبح میمدن صبحانه نهار بعد از ظهر دانسیو. چای بعد از ظهر، بعد که مثلا یه عده دو بعد از نصف شب بدن ایران هم که خواب و خوراک کسی نداشت. خب بعد اون جو چیزی که برای من فوق العاده، یعنی قشنگ یه تصویر میگم منتال ایمیج، چیک چیک عکس میگرفتم هر لحظه که در که وام کردم اینو سوار آسانسور میشدم، میشیدم تاخت در آسانسور پایین بسته شد، میمد موزیک، میمد موزیک تموم میشد، در که وام میشدم میگم تمام. من می‌بینی؟ اون لحظه رو تک تکشون رو چشام میبستم، نفس عمیق میکشتم، گفتم اینو حفظ کن، اینو حفظ کن، اینو حفظ کن. آره چقدر ببین مثلا جالب، ما همه تجربه همون اینه، همه آی ماهایی که نو کردیم واقعا یه، فکر کنم یه فیلینگ های، یه لحظه های واقعا آره عین همدیگه است. آره و قشنگ الان که تو اینو گفتی من قشنگ دمید، مثلا حتی معلم سنتورم یه خانم خیلی گلی بود هستن سنتورم ایشون، میزنی؟ آره اون ایران میزدم، اینجا نشد حالا رفتم تو کار هنگ درام. ای بنا خیلی خوبه. خیلی بعد معلمم یادم وقتی که آمدن دیدن من، ببین یعنی اون لحظه که از در اومدن، ببین یعنی قشنگ اون لحظه چشمشون یه دفعه این که این تمام ایموش همه آره چیو منتال ایمیج گرفتم، همه دوستان، بعد یه سری دوستان مثلا هر روز دوبار میمدن. نازی خیلی مزه هنوز هم میداشتیم. ایران هم سلماز دوستان آره متاسفانه از مال من دوستان، آره متاسفانه.
آره یه چند تاشون اومدن ولی اصلی ها که ما خیلی گروه با هم بودیم اونا ایرانن. آره اتفاقا امروز هم تولد یکیشون بود، براش مسج گذاشتم، معلومه شی پنجشنبه شب مشغوله، براش نشدم جواب منو بده. اونجا باشی در I تولد. know. ببین راستشو بخوای الان اخیرا دیگه دلم نمیخواد اونجا باشم، دلم میخواد باهاشون، به خصوص بعد از ماجراهای پارسال ایران، دلم نمیخواد برم تو اون اینجوری همه اون چیزا با محدودیت ها، دلم میخواد باهاشون یه جای آزادی، لب یه آبی، در یه آرامشی، همون کاری که تو استانبول کردی. یعنی همش میگم بچه بیاین سال دیگه همه هم دیگه رو اونجا داری منو؟ نه ببخشید ببخشید الان من خب آره همش بهشون میگم بیاین سال دیگه یه قرار بزنیم، همه هم دیگه مثلا تو استانبول ببینیم، میدونی یه جای اینجوری ببینیم. دلم اون فراغ بال میخواد، بدون نگرانی نشستن و حرف زدن، میدونی چی بهت میگم، بدون که کاملا الان یکی میاد یه حرفی بهمون میزنه. اون حسه به خصوص دفعه آخر که رفتم ایران خیلی زیاد بود برام، میشه خیلی. به زودی تو ایران با همین حسی که گفتی. انشالله ای خدا. بس نه یه دقیقه سلمازی وایسا، من باش معذرت اینجا یه تکست بدم. خب برگردیم، حالا به من بگو که آخرین باری که گریه کردی کی بوده؟ باری که گریه کردم همین موقع ها، یعنی نه همین موقع ها، شاید 2 ماه پیش، قبل از چیز، قبل از ترکیه رفتن بود که گریه کردم دیگه. بعد میتونی بگی چرا چی شد؟ بله دیدیدم که گریه کردم. اگه فکر کردی سوال اینجا تموم میشه خیلی آره سودای بزرگی دیدی، داری. من قشنگ خواستم جمعش کنم. گریه کردم دیگه. خب چیز بود، بریک اپ کردم با کسی که دوست بودیم یه سال و خورده ای، و مثلا هی تو کشمکش چیز بودیم، تو کشمکش بریک اپ بودیم دیگه. بریکاپ بودین، بعد تو اون بریکاپه اگه راحتی ها، من با اون آدم کاری ندارم، با احساس، کدوم احساسی از همه برات سخت تر بود؟ یعنی حس این که خب تنها میشم دیگه، میدونی این حس خیلی برام چیز بود، و چون من تمام عمرم از 18 سالگی تا 6 ماه پیش تو ریلیشنشیپ بودم و ریلیشنشیپ جدی همیشه بوده، مثلا 2 تا 8 سال، 2 تا 3 سال، مثلا این مدل. یکی من ندونه فکر بارها میکنه 86 سالته. خوب انگارم جوونی، چی میگی تو آقا؟ ریلیشنشیپ جدی 126 سال تو این ریلیشنشیپ. خب واقعا بلد نبودم چجوری باید سینگل زندگی کرد، میدونی، یعنی گفتم خدای من الان حالا تو ایران که باشی تو کامفورت زونتی، دوستات هم خانوادت اینه اونه، اینجا فکر کن وسط کانادا، بعد مثلا در دم اون عمل فریز تخمک هم بود، آخ مامان بابام آخ آخ تازه رفته بودن، خیلی یهو برای من داستانه ایرانم تازه دیگه داشت جمع و جور میشد، ماجرای انقلاب اینا برای من خیلی همه چی بیگ یعنی دیل اون بود. افتر شاک ایران هم بوده دیگه. دقیقا دقیقا. و آه چرا اینکه تو انقدر الان؟ خب بگو بگو بچی، و اینکه چی؟ آره، و اینکه اون بریک اپ برای من خیلی سخت بود و ترس از اینکه خب بعدش چیکار کنم، ولی بعد دیدم که واقعا اصلا میدونی آدم بعضی موقع فکر یه چیزی ترسناکتر از خود اون چیز است. آفرین بابا، من خیلی به تو افتخار میکنم. شما دیگه یواش یواش باید شروع کنی کتاب بنویسی. ببین پاشو پاشو این صندلی رو بده به من. مال شماست خانم، من نگردش تشریف بیارین، من اصلا اشتباهی نشستم. اختیار داری. نه به خدا، ولی ببین چقدر جالب گفتی. واقعا بیشتر مواقع اینجوری ها، بیشتر موقع ها فکرش از خودش ترسناکتره. بعد که میری توش میبینی نه بابا چیز بدی هم. حالا اتفاقا خیلی هم خوبه، تعداد زیادی از آدما حسرت اونو دارن میخورن. خلاصه برای اولین بار تو زندگیم یاد گرفتم که از چیزی که نمیدونم چیه و نمیدونم مثلا برام خیلی دربست است و باریکالله اینا، از پیش خیلی راجبش فکر نکنم و نترسم، برم توش حالا باریکالله یا بالاخره میگذره یا نمیگذره، ولی آه اون خیلی باریکالله برام فکر کردن بهش برام
دمت گرم. خیلی سخت. قشنگ پریدی توی چیزا دیگه. ببین من سالها پیش که از یه ازدواج خیلی بدی اومدم بیرون، اون چیزی که یاد گرفتم که همیشه همه الان به همسرم هم میگم، همش میگه وای تو ما رو کشتی، میگم واتس د ورست کیس سناریو، بدترین حالتش چیه؟ اگه دقیقا مرگ نیست، پس هنوز میشه ادامه داد، دقیقا میدونی؟ دقیقا و وقتی نگاه واقعا در میکنی میگی من بیشتر ترسای ما اصلا علکیه. از ناشناخته بودن دیگه واقعا، آره وگرنه بعد دیگه قبول نداریم ما چون مهاجریم و این کندنی ها رو هم زیاد کندیم، دیگه اون ترسامون کمتر شده. این تو بی آنست برای من نشده بود، با اینکه من 2-3 بار مهاجرت کردم اینا، ولی برای من بریک اپ خیلی بیگ دیل بود، خیلی. عزیز دلم ولی دیدم که نه، مثلا واقعا اونقدرم خیلی اتفاقی هم نیفتاد. نکست همچی خیلی چیزی هم چیز میزی هم اتفاق نمیافته. نه ببین بعد مثلا چیزی نبود. 6 ماه، مثلا از 6 ماه 4 ماه حالت واقعا بده. اتفاقا یکی از دوستام که یه رابطه خیلی جدی داشت، بویفرند گرلفرند خیلی جدی بودن، و همه هم میگفتن اینا گوگلی ترین کاپلی هن که میشناسیم و اینا، آخ 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 خیلی آخ ناگهانی بریک اپ کردن، و بریک اپ که یهو عکسا جمع شد، یعنی مثلا هیچ کس نمیدونست، و فقط یهو دیدیم دوتا پیج پاکسازی شد. بعد خیلی دوستم حالش بد بود، بعد بهش گفتم که ببین من دقیقا تو جایگاه تو بودم، و خیلی مثلا خب خیلی داشتیم با هم دیگه حرف زدیم، میگفت خیلی خیلی حالم بده، اونم مثلا یه ازدواجش، میگفت سر ازدواجم انقدر هرت نشدم که این سری شدم اینا. بعد آره داشتم بهش گفتم ببین الان تو میبینی 4 ماه دیگه هم بیا به من یه سلامی بکن. چون آره خودم بودم توی اون جایگاه، و واقعا دیگه فهمیدم که همه چیز میگذره، یعنی آره آدم واقعا فقط میگذره و مرگم نیست و رابطه جزئی از وجود من و تو آره. نیست. نه واقعا دمت نیست. گرم. بهترین خاطری بچگی چیه؟ بهترین خاطره یعنی یه بچگی چیزی که از بچگی خیلی باحالش حالت خوبه. نه واقعا خیلیه، یعنی اونم زیاده، ولی یه چیزی که مثلا هر وقت یادم میفته برام جالبه اینه که همیشه مثلا روزی یه بار من مامانم رو مثلا از 3 سالگی میکشوندم راه میبردم، باید منو میبرد لوازم تحریریه سر کوچمون برای من خرید میکرد. مادر خب حالا شده بیچاره یه مداد، یه پاکون، یه مثلا دیگه چه بزرگتر جای که خوب ساعت و چیزی هم میرفتی با کلاس میرفت. اسمش هم عباس آقا بود، اسم آقا دیگه، این عباس آقا اصلا یه جوری منو میشناخت. بعد دیگه مثلا این داستان تا 7-8 سالگی رسید به جایی که انواع اقسام جامعه دادی دیگه میشناختم همه چی و دیگه خودم انتخاب میکردم که چی باید باشه و اینا. عزیزم سلام خیلی اون صحنه ای که مثلا میرفتیم با هم دیگه با مامانم لوازم تحریر فروشی و من یه چیزی آه اون برام میخرید میداد دستم، نمیدونم خیلی برام یه چیز خیلی یه جالبه. خاطره جالبیه. آره یه سوال آخر میخوام ازت بپرسم، اگه یه چیزی دلت میخواد، من نمیگم اگه فردا روز آخر زندگیت باشه اینو دوست دارم، ولی اگه دلت میخواد از اسم بهار یه چیزی تو ذهن آدما هر کسی رو کره زمین به یادگار بمونه و با اسم بهار بیاد تو ذهنشون چیه؟ واقعا دلم میخواد که هیچ کس از من ناراحت نباشه، یعنی دلم میخواد که وقتی میگن بهار مثلا یکی نگه آی مثلا فلان به من بدی کرد، آی دلم رو شکست، آی فلان. یعنی دوست دارم که تا جای ممکن یه کاری کنم که اگر هم سوء تفاهمی برای کسی پیش اومده پاک بشه. دوست دارم که واقعا یه چیز خوب، یه خنده بیاد خاطره خوب خنده. براشون. آره سوفار دوست که دارم موفق بودی که دختر. خیلی جاها هم خیلی اشتباه کردم، خیلی سوء تفاهم پیش اومده، ولی دوست دارم که مثلا این چیز رو داشته باشم، این زمان و این چیز رو داشته باشم، و بدونم خیلی رو ناخواسته آدم ناراحت میکنه اینو، و بدونم و برگردم درستش کنم، میدونی مثلا از دل حالا هر کسی که ناراحت از مثلا در بیارم عزیزم میکنم. بزرگترین چیزی که دوست دارم اینه که واقعا هیچ کس ازم ناراحت نباشه. آره آدم ها باهات خوشحال باشن. آره عزیزم دمت گرم، مرسی که وقت دم تو گذاشتم گرم دلماز. دیگر ببین دیگه تو. به زودی دیگه لایو نیست داستان، قراره که بیای ونکوور، اینو تو ذهن داشته باش تا بعد دادا من من تو دیتیل ذهنم رو بهت دارم، بگم. آخر تو منو میکشی ونکوور. بهار جون ما به زودی زود همدیگه رو میبینیم و من
معتقدم این سوشال میدیا یه سری چیزیای بسیار مزخرف داره، ولی یه چیزایی داره اصلا همه اونا رو میشوره میبره. اصلا ببین آدمایی رو من با همین پیج پیدا کردم مثل خودت که تا حالا فیگرتو ندیدمشون، ولی انگار مثلا سالیان سال دوستیم با هم. یعنی واقعا برای من این داستان سوشال میدیا، من واقعا باید سر تعظیم برای متا و شرکت متا و اینا با تمام خرابکاری هایی که داره میکنه. تمام خرابکاری ها، ولی این بار آره تشکر بده کاری بهش. یه مارچی باید بکنیم داداش یه مارچی با حضور مارک جان بریم یکی از این برنامه های کشتی هایی که داره میکنه بدنسازی شروع کرده، بریم یه ماچش بکنیم برای شهور را بکشیم بگیم دمت گرم عزیز زیبای من. مرسی که وقت گذاشتی با مریضی پدر و همه چی تا زود زود که هم دیگر ببینیم بابا ابدا دیگر تو. مرسی، خوب باشی، خدافز. خیلی خوب بود، بهم خوش گذشت. مایز قبل از که بریم بگو اون لاکی که زدی چیه. یه دقیقه صبر کن. باش صبر نکن، برای این باید صبر کرد. اسی با چه خوش رنگ من همین الان سر راست سر کوچه اینو نخریدم. هر کی نخره، هر کی و برا تو استوریش نکردم. استوریش کن، هر کی نکنه.